سلام و روز بخیر میگم خدمت تک تک شما برادر خواهرای عزیزم. چقدر باعث افتخار من هست که میتونم شما برادر خواهرای عزیز رو در کلیسای آلفا امگای هامبورگ خدمت بکنم. سلام بسیار گرمی دارم از کلیسای آلفا امگای برمن که همه ما جزو یک خانواده هستیم برای کلیسای مادر آلفا امگای هامبورگ. چقدر باعث افتخار من هستش که هر زمانی برمیگردم به این کلیسا برای خدمت احساس واقعا شادی میکنم. خوبه؟ احساس شادی میکنم از اینکه برمیگردم برای خدمت در این کلیسا. واقعا ریشه خود شخصم رو میگم، ریشه من واقعا از اینجا شروع شده و در کلیسای آلفا امگای برمن الان سال هاست که داریم، به اتفاق برادرمون احمد که با من هستن امروز و بقیه برادر خواهرها خدمت خداوندمون عیسی مسیح رو میکنیم. آمین که کلامی که امروز میشنوید کلام حیاتی هستش که میتونه راه جدیدی رو در شناخت خداوند برای ما باز بکنه. در واقع موضوع موعظه شخصیت خداوند، یا خواهر رومین گفتن شناخت خداوند. فرقی نمی‌کنه، شخصیت خداوند وقتی بشناسی شناخت خداوند برای شما باز میشه. امروز خداوند میخواد موعظه شخصیت خودش رو، از اینکه این شخصیت چگونه هست و ما باید در این شخصیت چطور باشیم رو برای ما باز بکنه. حتما زمانهایی هستش که به خاطر مسائل و مشکلاتتون فکر کردید، تصمیم گرفتید که از کجا شروع بکنم، به کجا ببرمش این مسئله رو، روی نقشه آوردید، روی کاغذ آوردید، به اتفاق برادران، خواهرانتون یا به اتفاق همسرانتون، دوستانتون جلسه ای گذاشتید، راجع به تصمیمات خودتون صحبت کردید، بالا پایین کردید و بعد به این نتیجه رسیدید که خیلی خوب، الان زمانی هستش که ما میتونیم این تصمیم و این فکر رو عملی بکنیم، نه؟ و خوشحالم بودید، ولی تای قلب ما همیشه یک ترسی وجود داره، اگر نشه چی؟ اگر جلوتر رفتیم و این تصمیم و این فکر ما عملی نشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی مواقع هستش که ما خیلی میترسیم از این که این فکر ما درست عمل نکنه، درست جواب نده، چون بابتش میخوایم وقت بگذاریم، یعنی وقتی رو خرج میکنیم، پولی رو خرج میکنیم، زمانی رو خرج میکنیم. از همه مهمتر معمولا وقتی که وارد یک مرحله عمل میشیم، وقتی فکر رو تصمیمونو گرفتیم و میخوایم وارد عمل بشیم، در واقع اتفاقی هم میفته. نگرانی ما خیلی بیشتر از اطرافیان ماست. اگر شکست بخورم آدمای دور و برم چی میگن، چه اتفاقی برای من میفته، نه؟ و امثال اینجور مسائل. دنیا واقعا اینطوری داره جلو میره. در یعقوب باب 4 هستش یک اتفاقی در اونجا میفته. من آیاتی که قرار هست همینطوری خونده بشه رو از روش میگذرم. در غیر این صورت از خواهر عزیزمون خواهش کردم که آیات رو بخونه. خواندن آیات از طریق برادر یا خواهر دیگه در کلیسا باعث میشه که یک مقدار تنوع هم به وجود بیاد، چون فقط شما صدای منو که میشنوین یواش یواش خوابتون میبره و این خیلی جالب نیستش. موضوع اصلی اینه که در یعقوب باب 4 داره میگه که داستانی رو تعریف میکنه. میگه یک تاجری هستش که میگه امروز یا فردا میرم داخل یک شهری و در اون شهر یک سال میمونم و یک سود کلانی هم میکنم و بعد به قول معروف گفتنی شاید که اینطوری تجسم کنیم، وقتی سود کردم یه برجم میخرم، یه ویلا هم میخرم، بعد یه کشتی هم میخرم و هی شروع میکنه نقشه هایی رو کشیدن، نه؟ و بعد یعقوب داره میگه که ای کسی، ای تاجر، ای تاجری که تو داری اینطوری نقشه میکشی که میرم در یک شهر دیگه یک سال میمونم و بعد اونجا خرید و فروش میکنم، سود خوبی به دست میارم، آیا نمیدونی که عمرت مانند یک بخار هست؟ من وقتی این آیه رو میخونم میگم که معمولا تاجرها طرز فکرشون با آدمهای معمولی مقدار فرق میکنه. کاسبا معمولا یه جور دیگه‌ای به زندگی نگاه میکنن، حساب یک سنت هم میکنن، درسته؟ معمولا وقتی فکر میکنن که باید وارد یک تجارتی بشن، همه چی رو حساب شده میرن جلو، مخصوصا اگه تاجری باشه که بخواد بره یک شهر دیگه یک سال هم بمونه، نه؟ ولی چرا یعقوب داره اینو میگه؟ چون که یعقوب میدونه که واقعا عمر انسان به چه شکل هست. میگه که آیا نمیدونی که عمرت مانند یک بخاری میمونه، امروز هستی و فردا نیستی.
و البته که ما اگر بخوایم به این نوع خاص از زندگی فکر بکنیم واقعا نباید هیچ کاری بکنیم، ولی یعقوب یک نکته ای رو میخواد به ما آموزش بده و اون اینه که خیلی بهتره وقتی که میگی که اگر برم در درون اون شهر معامله کنم، تجارت کنم و غیره، خیلی بهتر هستش که بگی که اگر خدا بخواهد این کار رو انجام بدم. نه؟ اما من باز روی همین اگر خدا بخواهد هم یک مشکلی دارم، چون بعضی زمان ها هستش که ما کلماتی رو از کلام خدا اعلام میکنیم بر کارهای خودمون، بر فکرهای خودمون، بر تصمیمات خودمون که معنیش و درکش رو شاید ندونیم و به همین دلیل مثل یک ورد، اون قدیم هم یک وردی میخوندیم برای کارامون و به چپ و راست و بالا و پایین فوت میکردیم. ما زمانی که میشینیم فکر میکنیم و تصمیم میگیریم، بعد میگیم اگر خدا بخواد من این کار رو انجام میدم، نه؟ و بعد شروع میکنیم به رفتن. آیا میدونی خدا میخواد که تو داری حرکت میکنی؟ من وقتی که فکر میکنم و تصمیم میگیرم، در واقع باید بگم اگر خدا میخواد من این کار رو انجام میدم و باید وایسم تا خدا بخواد نشانش رو به من بده تا من این کار رو انجام بدم. چرا که نشانه های خدا این هستش که من در آرامش قرار میگیرم، در یک شادی قرار میگیرم اگر زمانش برسه، اگر وقتش برسه من در یک شادی قرار میگیرم و این شادی یه شادی از درونه، یه چیزی هستش که حتی خودم هم احساسش نمی کنم، یک دفعه میبینم دارم میرم بدون اینکه فکرش بکنم. کسی هست که اینجا یه همچین تجربه‌ای داشته باشه؟ وقتی که قرار هستش که خدا بخواد، باید وایسی که تا خدا بخواد. اکثر ما به خاطر اینکه علاقه داریم به اون کاری که میخوایم بکنیم، میگیم اگر خدا بخواد من این کار رو انجام میدم و شروع میکنم به رفتن، نه؟ و خدا هنوز اونجا وایساده. در خروج باب 33 موسی همین اتفاق میفته. مگه داخل کنعان رفتن و سرزمین شیر و شهد و عسل مگه کم چیزیه؟ وعده خداونده، باید بریم. اما در موضوع گوساله پرستی خداوند از دست این قوم ناراحته. میاد چه کار میکنه؟ میگه فرشته من، موسی، فرشته من با تو خواهد آمد و تو را به آن سرزمین شیر و شهد و عسل هدایت خواهد کرد. خدا میگه خب به به، چقدر عالی خداوند، مرسی، مرسی که داری میری. معمولا باید اینطور بگیم، نه؟ اما موسی یک چیزی میگه، میگه تا روی تو نیاید نروم، تا روی تو نیاید نروم. خیلی مهمه که تا روی خدا نیاد، تا نشانه خدا نیاد من نرم. امروز توی ماشین که داشتیم توی این جاده میمدیم با برادرم صحبت میکردیم، یک مسئله بود که ما خیلی قوت قلب گرفته بودیم براش، برای انجامش. یک دفعه برادرم گفتش که، برادر احمد عزیز گفتش که ما بابت این قضیه اصلا دعا کردیم؟ یک دفعه اینگاه من بیدار شدم، گفتم نه، شاید به خاطر اینکه خیلی احتیاج داشتیم که این مسئله انجام بشه. برادرم توی جاده همون وسط راه که داشتیم میمدیم بعد دعا کردم، گفتم خداوندا اگر اراده تو هست این کار انجام بشه. انقدر این کار برای خود شخص من مهم بود که اصلا یادم رفته بود بگم خداوندا اگر روی تو نیاد نروم. با من هستین؟ موضوع اینه، فکرهای ما به این شکل عمل میکنه و در نهایت قضیه ما رو در هدفهامون سردرگم میکنه. هدفهایی رو داریم و واقعا دلمون میخواد برسیم به اون هدف، فکر میکنیم، زمان میذاریم و زمانی هم میرسیم به اون هدف، یه انگاری که دیگه خسته شدیم، میگیم کاش که نرسیده بودم، کاش که اصلا این کار نشده بود. از این کاشکی‌ها زمانی هم که حتی دعا کردیم هم اتفاق افتاده. ما یه برادری داشتیم در کلیسای آلفا اومگای برمن، این میگفتش که دعا کن که همسر من بیاد. ما هم تو جلسه خادمین هی دعا میکردیم خداوند همسر این برادرمون بیاد، همه هم آمین میگفتن. شور و هیجانی شد یک دفعه تو اون جلسه و هر دفعه این برادر گریه میکرد، زاری میکرد. زمانی رسید که همسرش اومد، بعد از مدتی ما دیدیم اصلا این بابا تو کلیسا دیگه نیومد و بعد از مدتی من باهاش صحبت میکردم گفتم حالت چطوره؟
گفت کاش که اینقدر دعا نمی کردی که همسر من بیاد، حالا میخوام دعا کنی همسر من بره. بعضی موقع ها ما نمیدونیم داریم راجع به چه چیزی فکر میکنیم و تصمیم میگیریم و دعا میکنیم، نه؟ یه زمانهایی هستش که فکرهای ما رو خیلی چیزها مخدوش میکنه، تصمیمات ما رو خیلی چیزها مخدوش میکنه. من یک موعظه‌ای کردم دو هفته پیش بود در کلیسای آلفا اومگا برمن، در مورد قناعت بود، نمیدونم کسی اون موعظه رو دید یا نه. این موعظه موعظه‌ای هستش که اگر کلیسا گوش نکنه به این موعظه، فکرهای کلیسا متمرکز به روی خداوند نیست، تصمیماتش متمرکز به روی خداوند نیست و اون موضوع قناعت. بسیاری از ایمانداران در دام وام‌ها و کردیت کارت‌های سنگین افتادن. متاسفانه آنگبوت‌های زیادی رو امروز شما می‌بینید، نامه‌های بسیاری رو می‌بینید که دم در خانه‌های ما میاد، مخصوصاً برای کسانی که دارن به صورت اوم فریست کار می‌کنن، مخصوصاً برای کسانی که به صورت رسمی دارن تو این مملکت کار می‌کنن. چقدر پیشنهادات مختلف هست که بیا بهت یک وام بدیم. برادری رو می‌شناسن به خاطر 4000 یورو گرفتن بانک وام مجبور شده بود 118 ماه ماهی 100 یورو با سینز 13 و خورده‌ای درصد بهره بده. شما به نظر شما آیا چنین کسی میتونه رو کلام خدا تمرکز کنه؟ آیا میتونه فکرهایی داشته باشه؟ او فکر او برای بیرون آمدن از این چاله‌ای هست که داخلش افتاده و به تصمیمم که میگیره در راستای این مسئله است که یه کاری کنم زودتر بیام بیرون. یک برادری میگفت توی برمن، میگفت برادر حسین، من ایمانداری رو میشناسم که زیر بار این بدهکاری، انقدر این بدهکاری برای سنگینه، رفته که دست به فروش مواد مخدر میزنه تا بتونه پول زیادی به دست بیاره تا وامو پرداخت بکنه. و جالبه این تار عنکبوتی، این دام، این باتلاق، هرچی اسمش رو میذارید، به قدری زیاد شده که اصلا لازم نیست شما اون به فریست فرتراک داشته باشید. حتی شما میتونید توی جوب سنتر یا سوسیال هم حقوق بگیر باشید. برای شما یک منوی خاص داریم به نام گولد کارته. من شهادت میدم که چندین سال پیش در دام همین گولد کارته افتادم. باور بکنید از 200 یورو رسید به 900 یورو که همسر برادر عزیزمون که آلمانی بود به من پیشنهاد دادش که این کار رو تموم کنی و ما تموم کردیم. 1 یورو 50 سنت مونده بود. دو مرتبه یک نامه مانونگ برای من اومد به خاطر 1 یورو 50 سنت که شما باید 3 یورو نمیدونم 2 یورو خورده بدید. اون هم خانوم گفتش که ببین 4 یورو بریز و تمومش کن. من 4 یورو ریختم، هفته بعد یه گولد کارت نو با کردیت 1000 یورو داخلش برای من فرستادن که من یک ایمیل زدم که این دفعه اگر شما یه همچین چیزی برای من بفرستید من اون سایگه میکنم. این فکرها و این تصمیمها باعث میشه که من هدف رو گم کنم، یا اگر به سوی یک هدف میرم به خاطر این هستش که از اون دامی که خودم رو دوچارش کردم بیرون بیام. الان دارید متوجه میشید چه اتفاقی میفته، نه؟ شخصیت ما شبیه خدا آفریده شده چه طبق پیدایش باب 1:26، نه؟ بیایید انسان را موافق و شبیه خود بسازیم تا در ماهیان دریا، پرندگان آسمان، همه بهایم، همه حشرات حکومت کند. نه؟ آیا با فکرهای اینگونه ما میتونیم حکومت کنیم؟ میایم اینجا یه مسکنی هم میخوریم، یه میزنیم، بعد آروم هم میشیم، از این در که میایم بیرون فردا رو چی کار کنم؟ و درست این روند دو مرتبه تکرار میشه، دو مرتبه تکرار میشه تا موقعی که ندونی که برای چی تو اصلا آفریده شدی. شخصیت تو شبیه خداست. شخصیت خود شما میدونید، یعنی آنچه که در فکر و اراده و احساس شما شخصیت شما رو تشکیل میده. هر کدوم از ما فرق نمی کنه، کسانی که ایماندار هستید، روی این صندلی نشستید، باید که عیسی مسیح خداوندمون رو نشون بدید در فکر، اراده، احساس. شیطان کاری میکنه که فکر ما فکر دنیا باشه. شیطان کاری میکنه که احساس ما احساس دنیایی باشه، اراده ما اراده دنیایی باشه. و
وقتی که نگاه میکنی که دنیا داره چه کار خرابی رو انجام میده، چه فکرهایی رو داره، متوجه میشی که باید فکر تو فکر خدا، اراده تو اراده خدا و احساس تو احساس خدا باشه. امروز میخوام ببینم که یا میخوایم با همدیگه ببینیم که خدا چطور فکر و اراده و احساس من و تو رو شبیه خودش میکنه. چون که اگر این رو متوجه بشید آرومتر میشید، چون در روند این تبدیل شدن درد میکشید، در روند این تبدیل شدن شما در بالا و پایین ها میفتید، یه زمانهایی زمانهای تاریکه، یه زمانهایی زمانهای پاییزی زندگی میشه، یه زمانهایی زمانهای زمستان روحانیتون میشه. باید که بشناسید، اگر بشناسید با قوت قلب بیشتری میری، میگی آها الان این همون مرحله است که برادر حسین اون روز گفت، پس وای میسم و خداوندم رو در این مرحله هم جلال میدم. آمین. پس به همین دلیل من میخوام استناد کنم به 6 قدم برای تبدیل شخصیت یک ایماندار به شخصیت خدا. این 6 قدم الهام گرفته شده از 6 روز پیدایش هست. میتونید روز اول پیدایش رو بخونید؟ از اون تا اونجایی بخونید که میگه شام بود و صبح بود روز اول، فقط تا اونجا بود. از اول تا اونجا. در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. زمین بی‌شکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آب‌ها را فرو گرفت. خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد. روز اول. اول. ببینیم تو روز اول، تو مرحله اول شخصیت سازی برای یک ایماندار چه اتفاقی میفته. من اسم این مرحله رو این طور گذاشتم. مرحله اول نور کلام و حیات کلام، درست مثل ابتدای پیدایش که روح القدس، روح خدا، روح عیسی مسیح تمامی تاریکی رو میپوشونه و همه جا روشنایی میشه. نور کلام خداوند برای ایمانداری که در کلام خداوند هست فکرهای او رو روشن میکنه. من یک اصطلاحی برای این قضیه دارم، در واقع من باردار کلام خداوند میشم. کسانی که کلام نه، در واقع اتفاقی میفته، اون جنینی که به صورت سمبولیک از خواندن کلام خداوند، اون نطفه‌ای که در درون من قرار گرفته، وقتی از کلام خدا دور میشم اون جنین رو سقط روحانی میکنم. وقتی کلام خدا رو نمیخونی، کلامی که قراره که فکر تو رو روشن بکنه، کلامی که قراره تحت تأثیر قرار بده اراده و تصمیم‌های تو رو، در واقع تو باردار کلام هستی ولی اجازه نمیدی که این جنین تازه متولد شده، تازه زنده حیات پیدا کرده در درون تو رشد بکنه. و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ آنچه که خواندی یا آنچه که شنیدی فراموش میشه، چون دنبالش نرفتی، چون فکر نکردی راجبش. امروز یه کلامی رو اینجا میخونیم. بعضی ها هستن وقتی کلام رو زیاد میشنون فکر میکنن خوندن. امروز هم روز زمانی هستش که ما هر موقع موبایلمون رو باز میکنیم تو اینستاگرام و صفحات مجازی چقدر آیات مختلف پشت سر هم میاد. انقدر ما اینا رو لایک هم میکنیم، بعضی زمان ها هستش که همینطوری الکی هم داریم همینطوری لایک میکنیم، اصلا به درد ما نمیخوره. پس روز اول روزی هستش که فکرهای تاریک ما همچون ابتدای خلقت در پیدایش 1:1 توسط روح حیات، روح القدس، نور کلام خدا اونو روشن میکنه. در زیر نور هست که متوجه میشی چقدر در تاریکی بودی و خبر نداشتی. خداوند در این مرحله فکرهای تاریک شما رو از فکرهایی که توسط کلام خدا روشن شده جدا میکنه، درست مثل روز اول آفرینش. با من هستید؟ دقیقا داری روز اول آفرینش رو با تبدیل شخصیت ایماندار نگاه میکنی.
چون نور کلام افکار شما رو پر کرده و در نهایت قضیه اتفاقی که میفته مانند این نور تصمیم میگیری. به این دلیل اطمینان و تأییدی از فکر و تصمیمی که میخوای بگیری در تو به وجود میاد، چون با نور کلام همراهی. کلامو خوندی، کلام به تو میگه که امروز داوود وقتی که زن اوریای حتی رو نگاه کرد چه کاری کرد. پس من تصمیم میگیرم که امروز به غیر از آنچه که برای من هست نگاه نکنم. کلام میگه که وقتی که دانیال داخل چاه شیران رفت، دهان شیران بسته شد، ولی او هنوز سر ایمانش مونده. من پس به همین دلیل بای میسم در اون دردها، میدونم که شیر قرآن که دور گله خداوند میگرده هیچ موقع منو آسیب نمیزنه. کلام خدا در مزمور 92 میگه اگر اشتباه نکنم، آنکه زیر ستر حضرت اعلاست زیر سایه قادر مطلق زندگی میکند. درباره خداوند میگویم، در هم وسط های اون آیه داره میگه اگر هزاران تیر به سوی تو پرتاب بشه، اگر هزاران نفر در دست راست و چپ تو بیفتن، هیچ آسیبی به تو نمیرسه. این نور کلامه که در فکر و قلب منه و منو محکم میکنه در موقع سختی ها، در موقع درد های من. آمین، هللویا. به همین دلیل یوحنا باب 1:1 میگه در ازل کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، و در آیه 9 میگه آن نور حقیقی بود که انسان را روشن میکرد. آمین. و در جهان آمدنی بود، او در جهان بود و جهان به وسیله او، به واسطه او آفریده شد. جهان قراره که به واسطه تویی که نور کلام به فکرت و قلبت خورده خلق بشه. میدونستی؟ قرار هستش از این کلامی که میخونی یک کسی رو نجات بدی، یک مردهی زنده بشه. این شبیه همون خلق شدنه. آیا ارزش خودتون فهمیدی؟ اون وقت من میگم آی خدا چرا اینقدر من بدبختم؟ آخه چرا من باید اینقدر داخل این مورد؟ آخه چرا من؟ چرا میونه این همه بدبختی ها، میونه این همه خوشبختی ها، یه تیر میاد فقط میخوره رو سر من؟ برای آنانی که در راه خداوند ما عیسی مسیح قدم برمیدارن، همه چیزها با یک دیگر برای خیریت اونهاست. آیا کیک و تو میتونی همینطوری مواد تشکیل دهندشو بخوری؟ به صورت مثال میگم کیک آرد داره، تخمق داره، وانیل داره و این چیزا، درسته؟ آیا تو آردو خالی خالی میتونی بخوری؟ هرگز. اما وقتی که تمام این سوتاتن با همدیگه مخلوط میشه، یک کیک خوشمزه شکلاتی در میاد ازش، که منم خیلی توی این مسئله شکمو هستم، و تو میخوری و لذت میبری. صبر کن. برای آنانی که خدا را دوست دارن و به اراده او فرا خوانده شدن، همه چیزها با یکدیگر به جهت خیریت اونهاست. بریم توی روز دوم یا مرحله دوم. و خدا گفت فلکی باشد میان آبها و آبها را از آبها جدا کند. پس خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد. خدا فلک را آسمان نامید و شامگاه شد و بامداد آمد. روز دوم. حالا وارد مرحله نور کلامی شدی که به ذهنت خورده، نه؟ حالا زمانیش هست که در روز دوم آنچه از خدا نیست از تو جدا شه. آنچه از خدا نیست از تو جدا میشه. این مرحله، توی این مرحله ایماندارا خیلی درد میکشن. آدمهای قدیم، دوستهای قدیم، رفت و آمدهای قدیم، یه دفعه میبینی همه چی بسته میشه. یه دفعه میبینی اینا نیست. در این مرحله برای اینکه شما و شخصیت شما تبدیل به شخصیت خدا بشه، او شما رو از آدم‌های دیگه که راه شما رو نمیرن جدا میکنه. چون تو خواستی که نور کلام زندگی تو دگرگون کنه.
او شما رو از آدم‌های دیگه که راه شما رو نمیرن جدا میکنه و هم فکر شما نیستن، اونها دیگه با شما نمیتونن بنشینن. انگار پرده‌ای میان شما و اونها کشیده شده. خدا فلکی ساخت و یک پرده‌ای میاره بین شما، بین آبها. آبها از آبها جدا میشن. آبها نشانه ایماندارانی هستن که روحانی هن و یک آبهایی که به زمینی پسلن، به کارها و فکرهای زمینی پسلن. ایمانداران روحانی از کسانی که روحانی نیستن جدا میشن، چون فکر تو، قلب تو، شخصیت تو داره از کلام خدا پر میشه. آمین. درست روز مثل روز دوم خلقت، پیدایش 1:6، در اونجا میبینی فلکی باشد در میان آبها و آبها از آبها جدا بشن. چرا شما جدا میشید؟ چون فکر شما دیگه خدایی داره میشه، آسمانی میشه. شما سند این گفته رو در یوحنا باب 15:19 پیدا میکنید. این آیه نشون میده چرا ایماندار از غیر ایماندار جدا میشه. در یوحنا باب 15:19 میگه اگر از جهان بودید جهان خواستان خود را دوست داشت، اما چون از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی میکند، قبولتون نداره. من نمیدونم آیا اینو تجربه کردید؟ وقتی یک جایی میرید شروع میکنن به این که یک بحثی رو راه بندازن که تو رو بکشونن به چالش. تو رو میخوام به چالش بکشونن. یه موقع گول نخوری. ما با کسی بحثی نداریم که خداوند در ما زندگی میکنه و اون نشون میده که واقعا راه و راستی چه چیزی هست. ما کاری نمیتونیم بکنیم. و این مطلب روز دومه، جایی که خدا تو رو از کسانی که مثل تو نیستن جدا میکنه. و روز سوم، ببینیم روز سوم چه اتفاقی میافته. خسته شدین؟ نه؟ یه دست برای خداوندمون میزنین؟ و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا گرد آیند و خشکی پدیدار شود، و چنین شد. خدا خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست. آنگاه خدا گفت زمین نباتات برویاند، گیاهانی که دانه تولید کنند و درختان میوهی که بر حسب گونه خود میوه دانه دار بیاورند بر روی زمین، و چنین شد. زمین نباتات رویانید، گیاهانی که بر حسب گونه خود دانه تولید میکردند و درختانی که بر حسب گونه خود میوه دانه دار می آوردند. و خدا دید که نیکوست. شامگاه شد و بامداد آمد، روز سوم. همینطوری که می بینی در روز سوم آبهای زیر آسمان یک جا جمع می شن. تمام ایماندارانی که از روح خدا پر شدن و نور کلام خدا به قلب اونها تابیده و فکر اونها، تفکر اونها و زندگی اونها مطابق کلامه، درست مثل آبهایی که زیر آسمان یک جا جمع میشن، این ایمانداران یک جا جمع میشن. آمین. اعمال رسولان رو یادته؟ در اعمال رسولان میگه که همگی با یکدلی یک جا جمع شدن، نان را پاره کردن و بین یکدیگر تقسیم میکردن، خانه های خودشون رو میفروختن. نه؟ چون میدونم که روح من مثل روح توه. هر موقع تو رو میبینم خوشحال میشم، از خوشحالی در پوست خودم نمیگنجم. برادر و خواهر من در کلیسا مهمتر از برادر و خواهر من، برادر خواهر خونی منه، بسیار برای من مهمی شما. در هر جایی که میبینم که برادر خواهرای اجتماع و جمع ایماندارانی هستم، من خوشحال هستم از این که میتونم در جمع این افتخار رو دارم که در جمع اونها باشم. اختلاف سلیقه با هم داریم، فکرهامون ممکنه با هم دیگه یکی. این زیبایی کاره، چون صنعت دست خدا هستی. اثر انگشت من یکیه، من فقط یکی یه دونه خدام، تو یکی یه دونه خدا هستی، غیر از این نیست. و به همین دلیل هستش که من با کسانی احساس آرامش دارم، جایی جمع میشم که ایماندارا هستن و
و غیر از اون نمیتونم جمع بشم، نمیتونم تحمل کنم، چون دنیا برای من چیزی نداره، دنیا چیزی رو به من اضافه نمیکنه، اما برادر و خواهر من شهادت زندگیشو به من میگه و منو بنا میکنه. برادر و خواهر من، از دردهای او ما شفا یافتیم، از دردهایی که میکشیم شفا پیدا میکنیم. امروز دردی کشیدی، وقتی که میای به عنوان شهادت میدی، شهادت به این دلیل انقدر مهمه، وقتی به عنوان شهادت در کلیسا میدی، منو بنا میکنی. چه کس، چه اجتماعی رو شما میبینید که یک همچین خصوصیتی داشته باشه جز اجتماع ایماندارا؟ همدیگر رو بپذیرید، همدیگر رو بپذیرید، همونطوری که خداوند ما مسیح عیسی ما رو پذیرفت. آمین. در حقیقت حتی وقتی که این ایماندارها با همدیگه یک جا جمع میشن، اینها باید با کسانی وصلت میکنن که اونها هم ایماندار هستن، همسرانی میگیرن که اونها هم ایماندار هستن، چون نمیتونن غیر از اون زندگی بکنن. به این دلیل هستش که اونها تکثیر میکنن، بارور میکنن کسانی رو شبیه خودشون. آمین. و بریم داخل روز چهارم، درسته؟ و خدا گفت نورافشان‌ها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و تا نشانه‌ها باشند برای نمایاندن زمان‌ها و روزها و سال‌ها، و نورافشان‌ها باشند در فلک آسمان تا بر زمین روشنایی بخشند. و چنین شد. خدا دو نورافشان بزرگ ساخت، نورافشان بزرگتر را برای فرمانروایی بر روز و نورافشان کوچکتر را برای فرمانروایی بر شب، و نیز ستارگان را. خدا آنها را در فلک آسمان نهاد تا بر زمین روشنایی بخشند و بر روز و بر شب سلطنت کنند و نور را از تاریکی جدا سازند. و خدا دید که نیکوست. شامگاه شد و بامداد آمد، روز چهارم. روز چهارم، روز چهارم خداوند ما را یتیم نمیگذاره. کسانی که لبیک گفتن به این خدا رو، خداوند یتیم نمیگذاره، چون که طبق یوحنا باب 14 آیه 17 تا 18 میگه درست مثل روز چهارم عیسی مسیح در آیه 18 میگه من شما را یتیم بی پناه و سردرگم نمیگذارم. نشانه ها برات میده برای حرکتت، آدم هایی رو سر راه من و تو قرار میده، هم جنس خودمون، اون آدم ها مشورت به تو میدن، طبق جامعه دو از یک بهتره، نشانه هایی میده، زمان حرکت تصمیمی که گرفتی رو به تو نشان میده. روز چهارم همچون روز چهارم آفرینش، مرحله چهارم شخصیت سازی من و تو، همچون روز چهارم آفرینش اینطوری هستش که خداوند برای هر کاری که تو میخوای بکنی نشانه ای رو قرار میده. آیا برای تصمیم و فکری که الان داری توی ذهنت هست، آیا نشانه ای دریافت کردی؟ آیا برای این فکر، تصمیمی که دیگه مصر هستم که انجامش بدم، همین دوشنبه میرم انجام میدم، همین توی این هفته میرم انجام میدم، آیا واقعا نشانه‌ای دریافت کردی؟ تا نشانه‌ای دریافت نکردی تو نمیتونی حرکت بکنی. نشانه میدونی از کجا به وجود میاد؟ از ملاقات‌های شخصی تو با خدا، صدای او رو خواهی شنید، از کلامی که میخونی، چون نور کلامه. درست مثل زمانی که روز چهارمه، در فلک در روز شب نشانه هایی هست، ستاره زهره‌ای که در آسمان هست راهو به کشتی ها نشون میده، در حقیقت این روح القدس هستش که نشانه اصلی آسمان ایمانداران هست. روح القدس نشانه اصلی آسمان ایماندارانه، او روز و شب برای تو نشانه است. این مرحله چهارم از شخصیت سازید و همینطور جلو میره. خدا خالق و شبان ماست، او ما رو هدایت میکنه. به این دلیل شاید که نه، 100% در مزمور 23 میگه خداوند شبان من است، او مرا در مرتع‌های سبز میخواباند، مرا نزد آب‌های راحت میگذارد، هدایت هم میکند. نه،
اون نشانه میده. گله وقتی که مرتع سبز رو، بوی مرتع سبز رو از کیلومترها به نظر من میفهمه، درسته؟ نشانه داره هر چیزی در کار روحانی. اینطوری نیستش که من ایماندار همینطوری بیام. امروز تو که اینجا نشستی یک نشانه خدا میخواد به تو بده از کاری که داره واسه تو انجام میده. مراقب باش وقتی فکر و اراده و تصمیمت 100% شده برای انجام کاری، آیا نشانه ها رو دریافت کردی؟ آیا صدای خدا رو شنیدی؟ یکی میمد به من میگفت برادر حسین میخوام با یکی ازدواج بکنم، خواهش میکنم که برای من دعا بکنی. گفتم خب برو ازدواج کن، دعا نداره، چون تو میخوای ازدواج کنی اومدی پلوی من میگی دعا کن، این که دعا نداره. تو خواستی که ازدواج کنی، حالا میخوای من دعا بکنم مثل ایام قدیم بعدم دنبالت فوت بکنم که مثلا تو با این آدم خوب خوش بشی؟ من همچین کاری نمیکنم. تو تصمیمتو گرفتی، آیا تصمیم گرفتی نشانه هم دیدی؟ چون وقتی که قرار هستش که یه زمانی اصلا هیچ چیزی دریافت نمی کنی، باید وایسی. یک شغل خیلی خوبه برادر حسین، ماهی 3000 یورو هم داره به هم میده. آیا نشانهشو دریافت کردی؟ آیا واقعا میدونی از خداست؟ من تو این شغلی که دارم دلم میخواد که این شغل عوض بکنم، یه مقدار پول بیشتری به دست بیارم. باور بکنی چند جا هم رفتم. چرا؟ چون دلم احتیاج به یه پول بیشتر دارم، اما بابتش دعا نکردم. فقط یکی از همکارا گفت فلان شرکت یکی رو میخواد اینطوری، و منم همینطوری رفتم. بعدم میدونی خدا به من چی نشون داد؟ که ببین حسین، سال 2017 زمانی که تو میخواستی این شغلی که الان هستی رو انتخاب کنی، یادته چه دعایی به من کردی؟ من دعا کردم خداوند یک شغلی به من بده که وقتی داخل اون میرم هم بتونم به کلیساهام، به کلیسام خدمت کنم، هم کلام خدا رو بخونم، هم بتونم به کلام خدا تفکر بکنم، درآمد حلالی هم داشته باشم. امروز من شغلی رو دارم، هم میتونم در اون شغل استراحت کامل داشته باشم، کلام خدا رو مابین کارم بخونم. بعضی از موعظه های من میتونم بگم اکثر موعظه های من داخل همین شغل داره انجام میشه، و خیلی چیزهای دیگه. خیلی جالبه که من چیزی رو که از خدا خواستم و خدا نشانش رو به من داده و من میبینم دلیلش آسایش دارم، من میخوام برم بیشترش بکنم. به فکر خودم میخوام بیشترش بکنم. باید اینطوری دعا میکردم، خداوندا چون تو خواستی و نشانش رو دادی و من امروز داخل این شغل دارم حرکت میکنم، پس خداوندا تو مشکلات منو میدونی، من دیگه میکشم عقب، تو فکر کن برای من، تو راهو نشون بده باید چطوری حرکت بکنم. آمین. بریم روز پنجم. طولانی که نشد نه، چون حدودا 2 ساعت دیگه با هم دیگه هستیم. روز پنجم. و خدا گفت آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین در فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا موجودات بزرگ دریایی و همه جانداران را که می جنبند و آبها را پر می سازند بر حسب گونه هایشان، و همه پرندگان بالدار را بر حسب گونه هایشان آفرید. و خدا دید که نیکوست. خدا آنها را برکت داد و گفت بارور و کثیر شوید و آب دریاها را پر سازید، و پرندگان نیز بر زمین کثیر شوند. شامگاه شد و بامداد آمد. روز پنجم. روز پنجم روزی هستش که فکر تو آرام آرام داره نظم میگیره. زمانی که انبوه جانوران پراکنده میشن، پرنده ها رو آسمونن، ماهی ها در دریان، خزنده ها روی خشکی هن، نه هر چیزی سر جاشه. شخصیت ایماندار، فکر ایمانداره، منظم میشه. اکثر ما نمیتونیم تصمیمات درست بگیریم چون فکرمون خرابه. انقدر مشغولیت فکری داریم که نمیتونم درست تصمیم بگیرم. هر کی هم هر چی به ما میگه، باز داریم راه خودمون رو میریم. زمان روز پنجم زمان نظم گرفتن شخصیت ایماندار در زیر نور کلام خداونده، در ملاقات با روح خداوند، روح حیات هست.
در این زمان هستش که شما آرام آرام میشید، یواش یواش آرامش میگیرید و این روز بسیار مهمه، چون همونطوری که گفتم زمانی که ما فکرمون منظم نباشه تصمیماتمون منظم نیست، هدف رو درست نمیزنیم. قرار هستش که ایماندار خانه‌ای بسازه که طبق کلام خدا کسی او رو مسخره نکنه موقعی که نیمه کاره میگذارش. عیسی مسیح یک مثالی میزنه، میگه آیا زمانی که شما خانه‌ای میسازید اگر فکر نکنید راجع به این خانه‌ای که میسازی، اگر وسط کار این خانه با نیمه کاره بمونه، آیا شما رو مسخره نمیکنن؟ کیا ما رو مسخره میکنن؟ دنیا. آیا دنیا نمیگه بابا ول کن، چقدر میری، چقدر مگه بهت پول میدن که انقدر میری کلیسا و میای؟ بچسب به اینکه زندگی تو درست بکنی. و روز پنجم روز نزد گرفتن تفکر من و تصمیم منه. فکری که میکنم دقیقاً فکر خداست. آمین. یوحنا در باب 4 این فکری که با آیه 36 میگه ثمری به حیات، به جهت حیات جاودانی میاره. وقتی فکر من درسته ثمر میده، وقتی فکر من درسته حالا تکثیر میشه، حالا رشد میکنه. و با هم روز ششم، مرحله ششم. و خدا گفت زمین جانداران را بر حسب گونه هایشان برآورد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را بر حسب گونه هایشان، و چنین شد. پس خدا وحوش زمین را بر حسب گونه هایشان بساخت و چارپایان را بر حسب گونه هایشان و همه خزندگان روی زمین را بر حسب گونه هایشان، و خدا دید که نیکوست. آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود می بسازیم و او بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین می خزند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می کند فرمان برانید. آنگاه خدا گفت اینک همه گیاهان دانه‌دار را که بر روی تمامی زمین است و همه درختاران برخوردار از میوه دانه‌دار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد، و به همه وحوش زمین و همه پرندگان آسمان و همه خزندگان روی زمین که جان در خود دارند، همه گیاهان سبز را برای خوردن بخشیدم. و چنین شد. و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد. روز ششم. روز ششم مرحله ایست که فکر و اراده و احساست بعد از 5 مرحله دیگه شده شبیه خدا. آماده سلطنت هستی، آماده هستی که آنچه که خداوند خلق کرده رو برش حکومت کنی. روز ششم روزی هستش که دیگه من به خودم فکر نمی کنم، به ملکوت خدا دارم فکر می کنم. روز ششم در شخصیت سازی ایماندار مرحله‌ای هستش که شخصیت من درست فکر و اراده و احساس خداست. هر آنچه که خدا فکر می‌کنه ایماندار فکر می‌کنه. چون 5 مرحله رو گذرونده، جدا شده، تقدیس شده است، آماده هستش برای اینکه بتونه حکومت بکنه. آماده هستش که برای اینکه بتونه اون چیزی که از جلال خدا و بنای ملکوت خدا و انجام اراده خدا هست رو در روی زمین انجام بده. روز ششم بسیار مهمه. این 6 مرحله‌ای که بهت گفتم باید ببینی که الان در کدوم مرحله‌ای هستی. برادر من دیشب امروز به من میگفت من فکر می‌کنم در مرحله دوم هستم. باید ببینی در این 6 مرحله‌ای که امروز برای تو خداوند گفت، در قسمتی که داری پیشروی می‌کنی در چه مرحله‌ای هستم؟ آیا واقعاً در این قسمت هستم؟ اگر قسمت اول بود که هنوز نور کلام رو آشنایی نداری، هنوز با کلام مطالعه نداری، هنوز تفکری نداری،
باید بخوای که خداوند به تو قوت بده. اگر هنوز در جمعی هستی که جمع ایماندارا نیستن و افکار اونها داره روی تو تأثیر میذاره، باید از خداوند بخوای که تو رو از اون جمع جدا بکنه. و هرچند که دلم نمیخواد، ولی خداوند رو میخوام که در تو رشد بکنم. نه؟ اگر هنوز نظمی در فکرت به وجود نیامده، باید که از خداوند بخوای این نظم رو به تو بده. آمین. باید این قوت رو بده. هرچند که جسم ناتوانه، اما روح مشتاقه تا شبیه خدا بشه. آمین. اما روز هفتمی نداره. روز هفتم آرامی خداست. هر آنچه که هست خداست. در این هفت مرحله، در این شش مرحله که تموم میشه و وارد هفتمین روز میشی، وارد هفتمین روز یعنی وارد قدس‌های خداوند شدی، وارد آرامی خداوند شدی. ایماندار دیگه لرزشی نداره، ایماندار دیگه ترسی نداره، ایماندار دیگه نگرانی نداره. هر آنچه که میبینه خداست. وارد قدس خدا شده، در حضور تخت پادشاه پادشاهان، رب الارباب ایستاده، رسیده به مرحله هفتم، اونجایی که دیگه پولس رسول در رومیان باب 8 داره میگه که این درد زایمان داریم میکشیم از اینکه جلال خدا آشکار بشه. در واقع انگاری که چهره بی‌نقاب رو ایماندار در آینه میبینه. در این روز هر آنچه که میشنوه از خداست، چون اون وقت گذاشته برای کلام خدا، وقت گذاشته در رازگاهان، در جمع ایمانداران شرکت کرده، افکار خودشو در حضور خداوند برده تا این افکار منظم بشن و این شش مرحله رو گذرونده. الان روزی هستش که باید در حضور خداوند بخوره و بیاشامه. نگران خوردن و خوابیدنش نیست، نگران خوراک و پوشاکش نیست، اصلا براش این چیزا دیگه مهم نیست. خوراکم، پوشاکم، آیندم، فردام، اصلا هیچ نگرانی وجود نداره، چون هر آن چه که قرار باشه که خدا برای من آماده بکنه به جهت جلال نام خودش، انجام اراده خودش، بنای ملکوتش، در این روز انجام میده. آمین. این شش مرحله که هفتمیش وارد آرامی خدا میشید، جایی که خداوند در آرامی خودش ساکنه، بسیار برای ایماندار مهمه. باید سعی بکنیم در هر مرحله با دعا و صلوات از خداوند بخوایم که خداوند را شخصیت منو تبدیل کن. پولس رسول در جایی میگه در هر مرحله‌ای که هستید مطابق اون مرحله رفتار کنید. آیهشو یادم رفته کدوم آیه بود. میگه در هر مرحله‌ای که هستید مطابق اون مرحله‌ای که هستید رفتار کنید. الان تو چه مرحله سومی؟ مطابقش رفتار کن. از هر چی که به دست آوردی یادت باشه که روح القدس معلم اعظم و دوست و همراه ماست. او ما رو هدایت میکنه در تمام این شش مرحله. نگران هیچی نباش، خودتو بسپر دست این معلم اعظم، این دوست عالیمون. آمین. دعا بکنیم. ولی خداوند، تو خدایی هستی که آبها رو باز میکنی. خداوند بحر قلزوم رو باز میکنی، دیوارهای اریها رو خداوند فرو میریزی. خداوند تو خدایی هستی که دهان شیران رو برای دانیال در اون چاه میبندی. تو خدایی هستی که خداوند اضراب تو افتخار میکنه با اون همه مال، با اون همه طلا که از پادشاه ایران گرفته، میگه حاشا بر من اگر از کسی دیگه بخوام کمک بگیرم. تو خدایی هستی که خداوند زکا رو تبدیل میکنی به یک کسی که وفادارانه میخواد برای تو بیسته. تو خدایی هستی که متا رو تبدیل کردی، تو شخصیت متا و زکا رو تبدیل میکنی.
تو خدایی هستی که خیلی عجیب هستی خداوندا. کار تو در این سطح نیست، بلکه در عمق‌های فکر ماست. خدایی هستی که خداوندا از درون ما رو تبدیل می‌کنی. اون فکرها، اون موانعی که مثل دیوار اریحاس رو خداوندا تو برای ما می‌جنگی و فرو می‌ریزی. اون راه‌هایی که خداوندا سنگلاخ که تو برای ما صاف می‌کنی، هموارش می‌کنی خداوندا. زیرا که تو خواستی که شخصیت ما مثل تو بشه، بیایید انسان را موافق و شبیه خود بسازی. تو خواستی خداوند، و همه چیز رو تو خواستی. به همین دلیل اینجا وایستادیم و میگیم لبیک خداوند، و من آمادم که خداوند شخصیت من در این شش مرحله تبدیل بشه، تا خداوند بتونم در قدس تو، در آرامی تو جای بگیرم. خداوند میخوام، خداوندا میخوام، خداوندا که اون چیزهایی که در این دنیا داره اثر میذاره، موانعی که داره در فکر و اراده و احساس من اثر میذاره تا شبیه تو نشه، میخوام خداوندا اونها رو برداری از من. امروز میخوام خداوندا چیزی نباشه جز صدای تو، ملاقات با تو. خداوندا، خداوندا دلم میخواد که خداوندا فقط صدای تو رو بشنوم، چون وقتی صدای تو رو میشنوم خداوندا، هر آنچه که خداوندا مانع هست، هر آنچه که باعث میشه که من به شباهت تو کم در نیام، خداوندا برداشته میشه. من دعا میکنم برای کسانی که اینجا هستن و کسانی که از طریق لایو ما رو میبینن، در خانه هاشون هستن و در هر جایی که هستن، ای پدر به نام عیسی مسیح خداوندا فکرهای ما رو، شخصیت ما رو تبدیل کن. اجازه بده در این شش مرحله خداوند و تو جلو باشی، ای شبان اعظم تو جلو باشی و ما پشت سر تو باشیم. خداوند و اشتیاقی برای خواندن کلام و تفکر به کلامت به ما بده. خداوند و نمیخوایم روزهامون همینطوری بیاد و بره و ما بدون تفکر به کلام تو خداوند و سپریش بکنیم. میخوایم خداوند و مانند خودمون که شبیه تو داریم میشیم، تکثیر کنیم و باروری کنیم. خداوند و این کاریست که تو ما رو برای اون آفریدی. خداوند و میخوایم خداوند و همچون کسانی که تو ما رو نجات دادی، دیگران رو هم ما نجات بدیم. خداوند و پس اجازه بده اول شخصیت ما تبدیل بشه. در این شش مرحله اجازه بده شخصیت ما تبدیل بشه خداوندا، تا هر جایی که میریم خداوندا نام تو جلال پیدا کنه. افتادگان برخیزن خداوندا، زیرا که تو خود گفتی که تو شما نور و نمک جهان هستی. خداوندا اگر شخصیت من تبدیل نشه، چطور من میتونم خداوندا به زندگی های سرد و بی نمک دنیا، مردم دنیا خداوندا نمک بدم؟ اگر زندگی من تبدیل نشه خداوند، و اگر شخصیت من تبدیل نشه، چطوری میتونم نوری باشم برای تاریکی این دنیا خداوند؟ من برکت میدم کلیسای آلفا و امگا برمه، شبان عزیزم پاستور آلبرت و کشیش نسرین عزیز رو خداوند، و معلمین این کلیسا، خادمین این کلیسا رو خداوند، خداوند دید روحانی به اونها بده، رویا به اونها بده. خداوند اجازه بده با رویای تو خداوند و حرکت بکنن. شخصیت همه اونها رو تبدیل کن. اجازه نده در دامهای این دنیا گرفتار بشن. اجازه نده فکرهای اونها بی نظم بشه. زندگی اونها رو نظم روحانی بده خداوند. به نام عیسی مسیح زندگی اونها رو نظم روحانی بده خداوند. به نام عیسی مسیح آنچه که فکر اونها رو مختل کرده، به نام عیسی مسیح خداوند این فکر رو منظم کن. اجازه بده خداوند در این فکر، در این دردی که الان هستن، جلال تو رو ببینن خداوند، و در این درد شهادتی بدن برای دیگران به خاطر این که تو رو ملاقات کردن. در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، آمین و آمین.